بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 8 ماه مارس سال 2013 میلادی و برابر هست با 18 اسفند ماه 1391. اجازه بدید که تبریک بگیم و روز فرخنده زن رو به بانوان ایرانی و تمام زنهای دنیا به اصطلاح تبریک بگیم و امیدوار باشیم که روزهای بهتری، سالهای بهتری در انتظارشون باشه، برابری و مساوات. در رابطه با دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شدن و برنامه‌هایی رو به صورت هفتگی اجرا می‌کنیم، امروز به مناسبت روز زن از دو تا از بانوانی که قبلا با سازمان مجاهدین بودن و جدا شدن دعوت کردیم در این برنامه باشن. یکی از اونها قبلا هم در این برنامه بوده. اجازه بدید من سلام کنم خدمت خانم زهرا سادات میرباقری و مجددا بهشون خوش آمد بگم. خانم میرباقری سلام و خیلی ممنونم که باز هم با بینندگان هستید. ضمناً چون شما قبلا مهمان برنامه بودید، دوستان میتونن اون برنامه ها رو از آرشیو ما بگیرن یا روی کانون آوا هم هست، ولی برای دوستانی که ممکنه احیاناً جدیداً به بیننده های تلویزیون مردم پیوسته باشن و برنامه های قبلی رو ندیده باشن، اگر لطف کنید یه مقدار به صورت خیلی مختصر از خودتون بگید که خانم زهرا سادات میرباقری کی هستن، چگونه با سازمان آشنا شدن، چند سال با سازمان بودن و چگونه جدا شدن، پس از اون میریم سراغ صحبت و پرسش های امروز. من باز هم اجازه میخوام که روز جهانی زن رو به شما و دیگر بانوان تبریک بگم و آرزو کنم که برای شما فرخنده باشه. بفرمایید. بله، شما صدای منو دارید خانم میرباقری؟ دارم، اما فقط تصویر نیستش. بله، تصویر من مهم نیست، ما تصویر شما رو داریم، تصویر من مستقیما میره توی سیستم. شما بفرمایید. با سلام به بینندگان محترم و آقای سروی، خوشبختم که امروز روز بزرگداشت جهانی زن 8 مارس و خودم از طرف خودم و انجمن زنان ایران به همه زنان جهان به خصوص زنان هموطنم در ایران و به ویژه به زنان کمپ لیبرتی عراق و دو خواهر عزیزم که در کمپ لیبرتی هستن تبریک میگم و با آرزوی اینکه تمام گروگان‌های کمپ لیبرتی عراق به ویژه زنان هر چه زودتر موفق بشن به کشورهای سالس برن و از عراق که در خطر هستن خارج بشن. من همینطور که در مصاحبه قبلی گفتم، من زهرا سادات میرباقری هستم، کاندیدای شورای رهبری سابق سازمان مجاهدین خلق بودم که 23 سال در سازمان مجاهدین خلق بودم و بعد از 4 بار طراحی برای فرار از فرقه سازمان مجاهدین خلق برای بار چهارم موفق شدم، در هنگامی که یک قرار پزشکی اجرا می کردم موفق شدم از کمپ اشرف واقع در عراق فرار بکنم و خودم رو به پلیس عراق معرفی کنم و بعد به همین ترتیب موفق شدم با موفقیت تمام مراحل پناهندگیمو به دست بیارم و الان در کشورهای یکی از کشورهای اروپایی به سر می برم و الان آماده مصاحبه با شما هستم. من ممنونم از شما. شما اشاره کردید که برادران و خواهران شما جزء سازمان هستن و هنوز هم اونجا هستن. ضمناً من عکسی از برادر شما علیرضا میرباقری دارم، اگه یه مقداری در این مورد صحبت کنید ممنون میشم. من واقعا میخوام الان فراخوان بدم به تمام مجامع حقوق بشری به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان، ابتدا فراخوان خودم رو برای نجات جان برادرم سید علیرضا میرباقری از اینجا اعلام میکنم. علیرضا میرباقری در کمپ لیبرتی عراق گروگان، نام سید علیرضا، نام خانوادگی میرباقری، تاریخ تولد 1969، محل تولدش تهرانه. عکسشو که الان مشاهده میکنین
علیرضا 25 سال پیش یک نوجوانی بود، به خاطر علاقه به خواهرانش صرفاً وارد سازمان شد، در حالی که هیچ مطالعه و شناختی از سازمان مجاهدین خلق نداشت و در بخش پذیرش این سازمان قرار داشت. علیرضا سالهای بسیاری درخواست کرده بود که از اونجا بره و اونها مانع می شدن و با مطرح کردن خواهرانت که تو برای حفظ ناموست و خواهرانت باید در اونجا بمونی اونو نگه می داشتن. سازمان یه نیروی بزرگی روی اون گذاشته تا علیرضا نتونه خارج بشه. به شدت علیرضا تحت نظر سازمانه. تا حالا سازمان ها نذاشتن که یعنی سازمان مجاهدین خر نذاشته که علیرضا بتونه با یونامی صحبت بکنه. علیرضا الان در کمپ لیبریتی در قسمت خروجی لیبریتی قرار داره، همچنان که قبل از اینکه به کمپ لیبریتی منتقل بشه، قبلش در کمپ اشرف در قسمت خروجی. خروجی جای چه کسانیه؟ خروجی جای کسانیه که اونها میخوان از سازمان خارج بشن، نمیخوان دیگه در سازمان بمونن، در مناسبات سازمان بمونن، میخوان برن به خانوادهشون بپیوندن و به بقیه اعضای خانوادهشون. محلیه که این افراد خواهان جدا شده هستن از سازمان و در اونجا قرار دادن. از اونجا همراه خواهرانش به کمپ لیبریتی منتقل شد و الان هم در اونجا در قسمت خروجی لیبریتی قرار داره، محلیه که افرادی که خواهان جدا شده از سازمان هستن اونجا قرار دارن. پس علیرضا الان دچار فشار بسیار زیادی هستش، چون خواهان خارج شدن از سازمان هستش، اما سازمان نمیذاره اون میخواد بره به خانوادهش به پیونده، از اون دیگه نمیخواد وارد مناسبات اون سازمان باشه، میدونه که اونجا در خطر هستش و تا حالا اونها با فشارهای زیادی نذاشتن که علیرضا با یونامی صحبت بکنه. من از همه سازمانهای حقوق بشری درخواست میکنم که به سازمان مجاهدین خلق در کمپ لیبریتی عراق فشار بیارن تا برادرم علیرضا میرباقری رو آزاد بکنه تا بتونه به آغوش گرم خانواده بره. من از هیئت یونامی و آقای کوپلر خواهش میکنم، درخواست دارم پروسه صحبت و ملاقات با علیرضا میرباقری را هر چه جلوتر و زودتر قرار بده. من از اینجا اعلام میکنم که جان علیرضا میرباقری در معرض خطر هستش. اگه شما نکته دیگه دارین من بفرمایید. من ممنونم از شما و امیدوارم که به زودی رسیدگی بشه به افرادی مثل برادر شما که اونجا هستن تا واقعا بدونیم که اونها خودشون چی میخوان، چون سازمان مجاهدین میگه که با اینها مصاحبه کردن به صورت به اصطلاح خصوصی و هیچ کس هم در اون جلسات نبوده و اینها خودشون به دلخواه مایل هستن که اونجا باشن. از طرفی میشنویم که دوستانی که جدا شده هستن میگن که قبلا با ما صحبت کردن و گفتن که به اصطلاح در مصاحبه ها بگید که ما مایلیم در عراق بمونیم. شما یه مقداری در رابطه با این مصاحبه هایی که سازمان های بین المللی انجام میدن، سازمان های حقوق بشر و احتمالاً حتی آمریکا، چون از سال 2003 آمریکا مسئول اونجا بوده، این رو برای ماها باز کنید به چه صورت هست و چگونه باز مجاهدین میتونن هنوز روش اعمال نفوذ کنن و افرادی مثل برادر شما نمیتونن آزادانه بگن که کجا مایل هستن برن و به اصطلاح اگر مایل هستن از این سازمان جدا بشن و زندگی خودشون رو دنبال کنن، چرا نمیتونن این کار رو انجام بدن؟ بله، من خودم که در زمانی که در کمپ اشرف بودم، اون موقع آمریکا مصاحبه میکرد، یعنی وضعیت و سازمان با فشارهایی که اعمال میکنه، با ترسوندن آدمها، با وارد کردن استرس به اونها و وارد کردن بقیه اعضای خانوادش، برتر علیرضا میرباقری دو خواهر دیگه داری در اون کمپ، با شستشو مغزی اونها، با فشار گذاشتن اونها که اگر تو از اینجا بری، اگر تو مصاحبه بکنی، این خواهران در معرض خطر قرار میگیرن. حتی برای فریبی بحث ناموس رو مطرح میکردن، مثلا در اون زمان میگفتن که آمریکایی‌ها به زنان شما تجاوز میکنن،
خواهران شما تجاوز میکنن، شما باید برای حفظ اونها بمونید و از این جور صحبت ها. و بعدش از اینکه حفاظت هم از آمریکایی‌ها منتقل شد به عراق، همین بحث رو مطرح میکردن. با مطرح کردن بحث ناموسی و رابطه ناموسی خواهران با برادرانشون و یا مردان با همسرانشون، اونها رو میترسوندن، میگفتن که الان سربازان عراقی میخوان بیان به قرارگاه ما، به پایگاه ما، به کمپ اشتب حمله میکنن و خواهران شما رو مورد تجاوز قرار بدن. از این پوش استفاده میکردن برای اینکه بتونن سلطه خودشون رو بیشتر در بر روی اعضای سازمان حفظ بکنن. و برفرض من خودم که در کمپ اشتب بودم دچار همین فشار و تهدید بودم، وگرنه خب من خیلی سالها جلوتر میتونستم از این کمپ فرار بکنم. چرا پس انقدی در حالی که سخت بیمار بودم اینها با فشارهای بسیار زیادی که به من وارد میکردن اینها مانع میشدن، منو میترسوندن که تو ما تو رو دچار تهدید قرار میدیم و اگر تو بری عراقی‌ها به تجاوز میکنن، اگر بری پیش آمریکایی آمریکایی‌ها به تجاوز میکنن. و با این پوشش ها مانع میشدن واقعا و سلطه خودشونو بر روی من و بر روی نفرات اعضایی چون مثل من که در سابق در اون سازمان قرار داشتم اعمال میکنن. الان هم در رابطه با برادرم هم همینطور، با برادرم هم دچار چنین فشاری قرار میدن، خواهرانشو میارن، خواهرانشون رو سعی میکنن با گریه و خلاصه شیون بگن که شما خونین از ما حفاظت بکنین، کسی نیست از ما حفاظت بکنین. اینا به همین شکل بر سلطه خودشون ادامه. من ممنونم از شما و خیلی جالبه این آمریکایی که شما توضیح میدید و میگی که اون موقع شماها رو میترسوندن که اینها بهتون تجاوز میکنن، همین آمریکایی هست که امروز اینجوری اینها به استقبالش میرن و دست به دامنش شدن که بلکه کاری براشون انجام بده، یا اینها به اصطلاح یک بام و دو هوا هستن، یا اینکه از دو تا آمریکا صحبت میکنن که ما احیانا خبر نداریم. چون در رابطه با روز زن هست و در سازمان مجاهدین متاسفانه شایعاتی بوده، گفته هایی شنیده شده که اینها به اصطلاح از زنان استفاده ابزاری میکنن، اگه یه مقداری در این رابطه صحبت کنید و این رو به عنوان یک زنی که عضو سازمان بوده و حتی مقام بالایی هم داشته این رو برای من و بینندگان باز کنید، متشکر و ممنون میشم. بفرمایید. خیلی ممنون. ها ابتدا قصدی در تو با پروسه نقض حقوق زنان در سازمان صحبت میکنم و بعد در جا به جا به پاسخ شما میپردازم. بزرگداشت روز زن و سخن گفتن حقوق زنان، من شخصا میخوام سخنی کوتاه در این باره داشته باشم و نگاهی به نقض گسترده حقوق زنان در فرقه سازمان مجاهدین هم به رهبری مریم رجوی بکنم. به خاطر چی میگم مریم رجوی؟ به خاطر اینکه واقعا ما مریم رجوی خودش رو به عنوان یک زن آزادی خواه معرفی کرد و ما واقعا چنین فریبی خوردیم به سوی اون اومدیم. من با چه وعده هایی در ابتدا به این گروه پیوستم؟ حرف های زیادی زده شد از عدالت و تساوی حقوق زنان در سازمان و جامعه آینده مورد نظر مریم رجوی. البته اینا همینجا بگم در جلساتی که در درهای بسته بودش و به بیرون و رسانه ها درش پیدا نمی کرد، همواره شخص مریم رجوی و مسعود رجوی تاکید می کردن ما به دنبال احقاق حقوق زنان در سازمان نیستیم، این حقوق رهبریه که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و به این وسیله جلوی دهان زنان معترض در سازمان رو می بستن. و البته در این حد بسنده نمی شد، همونطور که در مصاحبه های قبلی شخصا افشا کردم و سایر خانم های جدا شده مصاحبه کردن، نقض حقوق زنان به طور گسترده در سازمان مجاهدین هستش و همچنان که و همچنان ادامه داره. من یک لیست حدود 100 زن از اعضای سازمان رو افشا کردم که مقتول نقض شدن و لیستم رو نمیدونم شما مشاهده کردین یا نه. من الان در سایت انجمن زنان هست، یعنی هر کسی که مشاهده میکنه میتونه به انجمن
به این سایت مراجعه کنه، به سایت انجمن زنان، در اونجا لیست قشنگ با تمامی اسامی و مشخصات اونجا هست. من الان یک نسخه ام کپی کردم اینجا دارم و به طور چیز نشون میدم که ببینید. اگه امکان داشته باشه این لیست رو به صورت فایل دیجیتال با ایمیل برای من بفرستید، اون رو ما در برنامه ها به دوستان نشون میدیم. بله حتما. من الان حداقل به از این لیست 95 نفر به 5 نفر از این زنان رو حداقل از اینجا نام میبرم: کبرا طهماسبی هاجر، منیحه تدینی، سوسن بزرگانفرد، دریغه خدای صفت، حبیبه تابولی، پوری سیدی، پوری چرندابی، شهبانو پسنگوری، شراره فریبرد، فرزانه پور اقبال، پروین پور اقبال، طاهره زارنجی، انسیه گلشایی، محوش کرمی، محوش علی مدد، ماندانا روستا، مریم نظام المول، فرح امامی. این لیست گفتم اسامیش بسیار هستش، یعنی رقمش رو من بیان کردم. الان جایی نیستش که من تمام اسامی رو بخونم و در اختیار شما قرار میدم که شما بتونید در اختیار بینندگان عزیز قرار بدید. ممنونم. بله بفرمایید. بفرمایید. همون میخواستم در رابطه با این استفاده ابزاری از زنان یه مقداری بیشتر توضیح بدید و مخصوصا چون روز زن هست در این مورد بیشتر صحبت کنید. بله، یعنی مخصوصا من این لیست رو که نام بردم، این لیست افشا کردم، اسامی زنان بودش که اینا رو مخصوم نفس کردن. یعنی چی؟ یعنی رحم تختانهای اونها رو با عمل جرایی از پیکش خارج کرد، یا استفاده ابزاری به این معنی بودش که اینها رو همه رو وسیله قرار میده. اینها میگفتن که شما برای اینکه رهبری بتونه موفق بشه، انقلاب رو انجام بده و رژیم خمینی رو سرنگون کنه و رژیم حکومت اسلامی سرنگون کنه، باید شما همسران خودتون رو طلاق بدین. یعنی چی؟ رهبری سازمان ساده ترین حقوق اولیه زنان رو نادیده میگیره. زنان عضو فرق مجاهده حق ازدواج رو نداشتن. زنانی که ازدواج کرده بودن از همسرانشون باید طلاق میگیره. این امر چگونه انجام میشد؟ این امر با مغزشویی در سازمان به صورت گسترده انجام میشد. مسعود و مریم رجوی اول میگفتن که شما باید عشق یگانه به رهبر عقیدتی داشته باشید. یعنی واقعا این زنها به صورت یک ابزار فقط استفاده می شدن و ایدئولوژیک سازمان باید حائل و مانعی که شما در درونتون دارین و مانع میشه که شما به رهبریتون تماما بپردازین و عشقتون رو تماما به رهبریتون بپردازین، باید این حائل رو از بین ببره. این حائل هم کیا هستن؟ همسران شما هستن. حائل و مانع رو و سازمان و یعنی همون عشقهای تای قلب هر مرد و زن نسبت به همسرانش معرفی میکرد تا زنا مانع انجام وظیفه کاملشون نسبت به رهبری فرقه رو از دل ببرن. عشقهای خودشون رو باید حتما طلاق میدادن. حائل مانع از بین میرفت. توی این رابطه من میتونم بگم که دیدبان حقوق بشر در گزارشی در مارس 2005 میلادی منتشر کرد به این موضوع پرداخت. این گزارش به نام خروج ممنوع منتشر شده. با اشاره به دیکتاتوری شدید مسعود و مریم رجوی اومده که مراحل مختلف انقلابی دروشی سازمان مجاهدین خلق عبارت بوده از طلاق‌های اجباری افراد مزدوج، نگارش مرتب گزارش‌های خود انتقادی. یعنی ما باید از خودمون گزارش‌های انتقادی می‌نوشتیم. چشم‌پوشی از تمایلات جنسی، فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبری. همونطور که در گزارش دیدبان حقوق بشر هم ذکر شده، طلاق اجباری افراد مزدوج یکی از مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک فرقه بوده. هیچ گریزی از اونها نبود. البته این قانون شامل شخص مسعود و مریم رجوی نمیشد که در ابتدا تنها این دو بودن که میتونستن با هم ازدواج کنن و این در حالی بود که بند جیم ماده پنجم میثاق بین‌المللی حذف
تمام اشکال تبعیض نژادی مصوبه 21 دسامبر 1965 حق ازدواج و انتخاب همسر را از حقوق بنیادین هر زن می‌شماره. مؤسسه تحقیقات دفاعی ملی آمریکا رند هم نیز در گزارش خود راجع به فرقه مجاهدین به این واقعیت سهه می‌گذاره که زنان عضو باید زندگی مجردی رو برمی‌گزینند. در گزارش این مؤسسه اومده که به عنوان بخشی از انقلاب ایدئولوژیک طلاق اجباری از جانب مسیح مریم رجوی جبران اعمال شده. طلاق اجباری زوج‌ها رو موظف می‌کرده که تا حلقه های ازدواج خودشون توی کاسه بندازن، از عواطف خودشون رو به یکدیگر محکوم کنن، از کلماتی مانند استفراغ خوش شده استفاده کنن. مسعود مریم رجوی میگفتش اگه شما بخواید به همسران قبلی خودتون برگردید مانند یک استفراغ خوش شده است، یعنی باید اینطوریش مذمتش بکنید که شما هیچ وقت دیگه به همسران سابق خودتون بر نگردید. برای زنان و مردان اینطوری معلوم می‌کردن. در حضور جمع زنان و مردان باید به هم توهین می‌کردن. حق ازدواج و تشکیل خانواده از ساده‌ترین حقوق اولیه و بنیادین هر فرد در سازمان. هر فرد در سازمان سرکوب می‌شد و حرام تلقی می‌شد. زیرا این سرکوب حق بنیادی همه سرکوب زیر این سرکوب حق بنیادی همه سرکوب‌ها آمده می‌شد و موجه جلوه داده می‌شد. و به طلاق اجباری زنان جنایت جدا کردن کودکان از مادرانشون هم اضافه هستش. در گزارش اداره امنیت فدرال آلمان اومده که کودکان پرسال اعضایی که در سازمان مشغول فعالیت بودن در خانه های کودکی سازمان ایجاد کرده بود در کشورهای غربی و همچنین در شهر فور اسکان داده می‌شدن کودکان. این بچه ها از والدین خودشون جدا می‌شدن تا با تربیت مجاهدین جهت جنگجویی و نبرد در ارتش آزادی بخش آماده بشن. و اینها که همه مربوط به سالهای گذشته است و اینها سند محکمی بر نقض حقوق زنان در سازمان. این در شرایطی که قوانین حقوق بشری کنوانسیون‌های مربوط به داشتن حضانت کودکان را برای والدین خصوصا زنان یک حق طبیعی می‌شماره. یعنی من اینو میخوام بگم که در دو دهه گذشته در سازمان مجاهدین حتی یک کودک هم چشم به جهان نگشوده. مریم رجوی به عنوان رهبر فرقه مجاهدین نقش مهمی در نقض گسترده حقوق زنان داشته. با جلسات متعددش از سخنرانی‌ها و توجیهاتش مانع می‌شدش که انسان‌ها بتونن اون خواسته هایی که دارن به حق بنیادین خودشونو احقاق بکنن. و سعی می‌کرد با هدایا و فریب، یعنی وسیله و ابزاری قرار دادن چجوری بود، هدیه و فریب و نیرنگ اونها رو به کار می‌کرد، با هدایا سعی می‌کرد اونها رو فریب بده. سخن گفتن از حقوق زنان با اهداف سیاسی در راستای نمایش‌ها و جهادهای دموکراتیک نمی‌تونه از بار مسئولیت مریم رجوی در قبال این جنایت‌هایی که صورت گرفته بکنه. من از یعنی استفاده ابزاری ها اینطوری می‌تونم براتون بگم که مثلا در جلسه ویژه مربوط به زنان کاندیدای شورای رهبری که بودش، مسعود رجوی اونجا با ما، یعنی ما من جز به اونها بودم، اونجا به صورت چت و از طریق تلفن مصاحبه، یعنی با ما مصاحبه داشت، با ما صحبت میکرد و خود مسعود رجوی شخصا ما رو تهدید میکرد، میگفتش که روی تابلو مینوشت مسئله اینه، ناموس یا بی ناموس، یا شما با من رابطه ناموسی دارین یا شما ناموس من هستین و در این سازمان میمونین، هیچ اعتراضی نمی کنین، و یا اینکه اگر هر کسی که بخواد اعتراض بکنه حقش اینه که یک مردی که در گذشته در صده های گذشته ایران، تاریخ قدیم ایران چجوری بودش، یک زن مثل این بودش که به شوهرش خیانت کرده و یک زنی که به شوهرش خیانت کنه حقش مرگه. واقعا اینو صراحتا به ما میگفت، میگفتش که اعتراضی که شما میکنین این نشان دهنده شیطان درون شما هستش. مسعود رجوی اینو به ما میگفتش، در حالی که قبلش خود مسعود رجوی به ما گردنبندهایی رو هدیه کرده بود. من الان نشون میدم این گردنبندو، شما میتونید مشاهده بکنی الان این گردنبندو؟ بله بله، اگه یکم خودت چیزه رو بیارید نزدیکتر اون بهتر میشه.
به طرف، میتونیم ببینیم؟ بله به طرف دوربین بیارید. الان خوبه؟ بله، ولی هنوز اون عکس پیدا نیست. در برنامه قبلی که نشون دادید شما، اون رو من دیدم و جالبه که خود آقای مسعود رجبی مجبور شدن به شماها پاسخ بدن در همین رابطه، و خوشحالم که به اصطلاح شما تونستید این کار رو انجام بدید. ایشون گفتن که ما این به اصطلاح گردنبندها رو خانم مریم رجبی بدون اینکه ایشون خبر داشته باشن دستور ساختنش رو دادن، و فقط نه به خانم ها بلکه به تمام افراد عضو سازمان مجاهدین این رو هدیه کردن. نمیدونم شما اون ویدیو رو که صدای ایشون هم نبود، گویا ایشون نوشته بود یه نفر دیگه میخون، چون طبق معمول ایشون پیداش نیست، اون رو دیدید یا نه؟ من از این موضوع مطلعم. واقعا این از همون شگرف ها و فریبکاری هایی هستش که مسعود رجبی همواره با مریم رجبی با هم دیگه مشترکن انجام میدن، به پای هم دیگه میبینیستن و به پای هم دیگه میگن، مثل این که توی سازمان هم همینطور بودش. از پشت نفرات رو محاکمه میکردن، یک افرادی رو فریب میدادن، با مخشوی بهشون میگفتن این الان فلان کاری کرده، توی کاغذ بهش نشون میدن، حرف خود مسعود رجبی بود، میگفتن توهین بکن، و بعد میگفتن که این افراد بیرون هستن، این دیگه این دوستان تو هستن که دارن این حرف رو میزنن، تو دیگه چرا میگی این حرف رو؟ یعنی واقعا این وسیله فریبکاری بودش. اون موقع این حرف رو زد، و اون موقع که این حرف رو زد این فقط متعلق به زنان بود، این هدیه بود به زنان داده شده بودش واقعا، که دو تا گردنبند بود، یه گردنبند مریمی بودش که اصل حضرت مریم روش بود، اینو با عنوانی که تقدس خود مریم رجبی اینو مطرح میگنن که اینو شخصا خود مسعود رجبی با دستش به من هدیه کردش. یک جایی بود به نام یک جلسه بودش که زنان بسیاری بودن و فقط مخصوص زنان بودش، اینو با دست خودش مسعود رجبی اون گردن من گرد مریم روش بود، اینو به ما هدیه داد، و اینم بعد هدیه بعدی بودش که به ما دادن. اینا یه وسیله هایی هستش که برای فریب افکار عمومی میزنن. و بعدش هم میدونیم که وقتی دیدن این مسئله لو رفتش، اینها چیکار کردن؟ به یک سری از اونهایی که با عنوان گروگان آزاد شده بودن و گفتن اینها تلاش بسیاری کردن، یه سری گروگان هایی بودن که عراقی ها توی جریان درگیری با عراقی ها رفته بودن، و بعد اینا رو مدت ها اعتصاب قضا، بحث اعتصاب قضا شده، اینها رو وقتی برگشتن گفتن به عنوان هدیه این گردنبندها رو بهشون دادن. این مال چه سالی بودش؟ مال سال 89 بود، در حالی بودش که این مسئله دیگه به اصطلاح برای فریب اونها این کار رو کرده بودش. قبلش فقط این متعلق به زنا بود، فقط به متعلق به زنا بود. از اونجا که این مسئله با خور خارج شدن زنان جدا شده به بیرون جامعه و افشاگری علیه مسعود رجبی، که مسعود رجبی با این زنان همخوابگی کرده، با اینا همبستر شده، اینها در حالی که همسرانی داشتن به اینها رو فریب داده، اینا همشون همه دارای همسر بودن، اینها رو فریب داده بود، و بعد اینها رو به عقد ازدواج خودش در آورده بود، یه صیغه خونده بود به نام عقد و ازدواج، و این گردنبندار هم با دست خودش به گردن این پایی داخل. حالا من خودم لایه دوم شورای رهبری بودم، این مرحله ای که یک سری زنان شورای رهبری به هر افسر رو رفتن، من خوشبختانه حالا هرچی بود من وارد اون مرحله نشده بودم، من اون یعنی داره اون درجه هنو نرسیده بودم، اما قبل از اون به ما گردنبندهای اینو داده بودش در نشست جلسات جداگانه که به نام نشست مطرح بود، این گردنبندها رو به ما داده بودش و میگفت شما در مراحل بعدی هستید، که بعدها ما با افشاگری های بیرونی متوجه شدیم که چه صحنه های دیگه بوده که لایه دوم شورای رهبری، کاندیدای شورای رهبری که من هم جزوش بودم، از اون بیتری اطلاع بودم. پس این موضوع مربوط به این میشه که بعد از اینکه این مسئله افشا شد، اینها اومدن برای فریب افکار عمومی اومدن اینو علنی کردن، برای اینکه بالاخره از داخل سازمانم به بیرون درس پیدا میکرد،
از بیرون هم به داخل سازمان خبرها درس پیدا میکرد، اینها اومدن کردن من دارم به اینطوری کردن که در مقابل زنان، زنانی که در مقابل مردان، مردانی که زنانشون رو مسئول رجل فرقه بشن گفته بشه که این اشتباهه، این عمل انجام نشده، ما چنین کاری رو نکردیم، اینا هدیه بوده برای همه. بعد در یک سالی هم اینطور که از اخبار بعدی من مطلع شدم، در سال آخرم این گردن دیگه گردنبند طلا نبوده، یه سری بعد از یه مرحله یه سری فلز هایی بوده که عکس مسعود رجبی رو روش قرار دادن و هم گردنبند طلا نبوده، اونا رو به یه سری به افراد بعدی، به هم به برادر و هم به خواهر دادن. پس بعد از اینکه این مسئله لوره، مسئله افشا شد، برای جلوگیری از افشا و آبروریزی مسعود رجبی چنین کاری کرده. من ممنونم از شما. ما میدونیم که مخصوصا خانم ها احتیاج بیشتری دارن به اینکه زیر نظر پزشک باشن، از لحاظ به اصطلاح بهداشت و تندرستی اینها مراقبت ها و مواظبت های بیشتری احتیاج دارن. و نکته ای رو که شما دوستان جدا شده در موردش صحبت کردید بارها، این وضع عمومی بانوان در سازمان مجاهدین هست از یا بوده، از لحاظ سلامت، بهداشت که شما اشاره کردید خیلی از اینها به اصطلاح مجبورشون کردن که رحمشون رو در بیارن و از لحاظ میشه همون مقطوع نسلشون کردن. یه مقداری در رابطه با این مسئله بهداشت و دیدن دکتر یا از این لحاظ برای ما صحبت کنید که چگونه بود، حتی درباره مردها و زنهایی که در سازمان بوده. بله، من خدمت شما و بینندگان محترم بگم که واقعا سازمان، یعنی من خودم که جزو یکی از بیمارا بودم، در سازمان قرار داشتم، واقعا دچار فشار بودیم. یعنی ما رو به نزد پزشک نمی بردن، ما رو به نزد پزشک نمی بردن، چرا که پزشک رابطه داشت با بیرون، با دنیای آزاد. اگر اینها می ترسیدن که ما فرار بکنیم، می ترسیدن بقیه اعضا فرار بکنن. به خاطر همین بهداشت و واقعا یعنی درمان و در سازمان خیلی پایین بود، انقدر پایین بود. فقط یه دکترایی که از خود سازمان بودن و سالها بودن دیگه چیزشون هم پیشرفتی نداشت، یعنی بالاخره باید اینا بروز می شدن، دارای الزامات مشخصی می شدن، دارای پیشرفت‌هایی که دنیای پزشکی داشته می شدن، و اینها فقط افراد و به صورت دور تسرسد اینها به دیدار همین پزشکان میفرستادن و این پزشکان هم سعی میکردن با مخشوی خودشون اسیر خودشون بکنن که بگن این بیمار مسئله تشکیلاتی داره، مسئلهش مسئله تشکیلاتیه، مسئله نداره به عنوان بیماری. اگر دردی رو مطرح میکنه، این دردش درد واقعی نیستش. واقعا سازمان ظلم و ستم بسیاری میکرد به بیماران. من خودم طوری بودم که بستری بودم، در مجبور شدم در خوابگاه هم در آسایشگاه استراحت کنم. اینا حتی من دارم میگم که پزشک چیه، حتی تو خوابگاه هم من که با عنوان یک خانوم بودم به من اجازه استراحت نمیدادن، گفتن تو اگر استراحت بکنی میشینی فکر میکنی، فکر کردن تو یعنی این که دچار مشکلاتی ایجاد میکنی برای سازمان. میگه که من برای چی دیگه تو این سازمان بمونم، من برای چه مدت تو این سازمان بودم؟ همه افکار سازمان، همه بحث‌های سازمان رو زیر علامت سوال می‌بری، خواهان جدایی می‌شی، به فکر همسرت می‌افتی، به فکر بچه‌هات می‌افتی، به فکر هم خواهرانت می‌افتی، به فکر مادرت می‌افتی. من دارم اینو می‌خوام بگم، سازمانی که واقعا الان حتی یک وسیله تماس نذاشته، یک تلفن نذاشته، که این همه الان در خان، در ایران، در سراسر جهان، من الان در کشور اروپایی هستم، الان واقعا آرزو دارم که ببینم وضعیت برادرم در کمپ لیبرتی چجوری هست بعد از این بمباران. اینا حتی یک تماس تلفنی هم مجاز نمیدارن، چه برسه پزشک و الزامات پزشک. من واقعا اینو همینجا دارم میگم، اینو به همه دارم میگم، به تمام مجامع بشری،
واقعا یعنی ما نیازمند این هستیم. ما دارم میگم پزشک و مراحل پزشکی و خلاصه اقدامات پزشکی دیگه واقعا چیزیه که با خواسته بسیار بالاییه. ببینید ما الان در مینیمم ها هستیم، در صفر هستیم. ما حتی آرزو داریم که یک تمایی صدای خواهرمون رو از اون کمپ لیبریتی بشنویم که در عراقه، حتی صدای برادرمون رو بشنویم. الان خیلی هستن، مادر من در ایران پرپر میزنه، آرزو داره صدای برادر من رو بشنوه. خب خیلی همه خبر شنیدیم که چه خطراتی الان توی عراق هستش. خب اونجا بمباران شد کمپ لیبریتی، بالاخره یعنی با موشک بمباران شد. ما حتی از این خبر بی اطلاع هستیم که آیا اینا سلامت هستن، وضعیتشون چجوریه. بعد چی برسه به مرحله پزشکی؟ واقعا من دارم میگم که الان وسط این صحبت اینو گفتم، واقعا این حرف اونست که واقعا میخواستم بگم، این وسطم گفتم، میخواستم شما در جریان باشین که واقعا شما هم بخواهیم از همین تریبون که مجامع حقوق بشری فشار بیارن که حداقل یک وسیله باشه که این خانواده هایی که در بیرون هستن بتونن با هزینه خودشون به صورت خودشون بتونن تماس پیدا بکنن، نه هزینه‌ای که حتی سازمان تقبل بکنه. اینها رو بفرستن، حتی یک دقیقه خبر سلامتی به بستگانشون بدن، به مادرشون در ایران بدن، به خواهرشون که در اروپا هستش یا هر نقطه از ایران هستش. این نکته بودش که من الان گفتم. بعد در رابطه با مسئله بیماری، واقعا من خودم بیمار بودم، در تخت بستری بودم، اینها من رو به نزد پزشک نمی بردن و حتی پزشکا رو ذهنشون رو مخشوش میکردن، اون پزشکایی که داخل مناسبات سازمان بودش، قرار پزشکی نمیدادن. میگم من فقط یک بار موفق شدم قرار پزشکی اجرا کنم. همون قرار پزشکی که موفق شدم، اینها با افراد انسانی، یعنی با زنجیری انسانی مأمور منو بردن به اون بیمارستان. به بیمارستان هم کجا بود؟ بیمارستان عراق جدید بود که در قسمت غربی بیمارستان کمپ اشرف قرار داشت، قبل از اینکه به لیبریتی منتقل بشه. من یک بار فقط موفق شدم قرار پزشکی اجرا کنم. همون قرار پزشکیمو از یک لحظه، واقعا یک لحظه طلایی که فقط روشون این نگهبان ها گردون بودن از من، اما یه لحظه در خروجی پشت باز کردم، از قسمت مرداز فرار کردم، خودم به پلیس عراق معرفی کردم. شما به مشاهده بکنید، بنابراین پزشک آزادی وجود نداره، درمان آزادی وجود نداره. منو در خوابگاه بودن، یک بار منو به زور میخواستن به جلسات اجباری ببرن، منو از روی تخت به زمین میکشیدن، با نگهبانا روی زمین میکشیدن، میگفتن که خودت بلند شو با کار خودت بیاد. من گفتم من حاضر نیستم تو جلسه ای که شما میخواین به دروغ اسمشو بذارین جلسه ایدئولوژیک، من وارد اون جلسه بشم. اون جلسه باعث فشار روحی من میشه، شما میخواین در مقابل بقیه زنان درباره من بد بگین. اینها چیکار میکردن؟ گفتن یا با خودت بیاد یا ما باعث دستتو میگیریم به زمین میکشیم که بیماری شدیدتر بشه. واقعا اینا این کارو میکردن، یعنی واقعا اینها شکنجه روحی جسمی میکردن. این من واقعا خیلی چیزها رو من نگفتم هنوز و در آینده به خدمت محترم بینندگان عزیز میگم، واقعا اینها شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن. منو در حد دو دستی روی زمین کشیدن، در به خواب رو آوردن و از اونجا به من گفتن خودت بلند شو، خودت بیا، وگرنه جلوی این بقیه دخترهای کوچیکتر هستن آبروت میره. یعنی واقعا اینو منو به زور بردن تو اون جلسه، یه جلسه 150 نفر زنان. در اونجا مسئول تشکیلات پادگان اشرف اونجا بوده، اونجا به من فحش و ناسزا میداد، میگفت تو بیمار نیستی، در حالی که تمام عکسای پزشکی من داشتم که من بیمار بودم، من کمردرد داشتم. الان من توی اروپا گوشم رو عمل کردم، اینها به گوش من رسیدگی نکردن، واقعا عفونت داشت به مغزم میزدش. الان در مجبور شدن انقدر پروسه بیماری منو اینو شدت دادن، انقدر به نزد پزشک نبردن منو، باعث شد که عفونت تمام پرده های گوشم رو از بین ببره. باعث شد که الان که در اروپا من عمل کردم شنوایی رو از دست بدم، به خاطر اینکه درجه عفونت به مرحله بالایی رسیده بودش و
و در اروپا که عمل کردن واقعا با خطر عمل کردن. گفتن که خیلی دیر شده خانم، شما چرا دیر مراجعه کردید؟ ما گفتیم که بالا اصیل سازمان مجاهدین خلق بودیم، اونها ما رو به نزد پزشک اونها ما رو به نزد پزشک نبردن. من الان تمام اسنادش هستش، تمام اسنادش هستش که من در اروپا عمل کردم، شنوایی گوش چپم رو از دست دادم و اینها همه به این خاطر بوده که سازمان مجاهدین درمان رو از من دریغ کرد. بله اگه شما دیگه سوالی دارید بفرمایید، وگرنه من میخواستم در رابطه با یکی از خانم‌ها که مورد ستم و آمپول‌های مخرب قرار گرفته اینجا افشاگری کنم و برای نجات جانش بخوام که به کمکش برم خانواده‌اش. من ممنونم، من سوالی ندارم، خیلی متاسفم که شما این مشکلات رو به اصطلاح تحمل کردید. از طرفی خوشحالم که الان زندگی جدیدی رو آغاز کردید، سر سامان گرفتید، امیدوارم به زودی خبری هم از برادرتون و خواهرتون اینها به دست بیارید تا خوشحال باشید و موفق باشید. من ساکت میشم و به صحبت‌های شما درباره این خانمی که مایل هستید صحبت کنید گوش میدم. بفرمایید. قبلاً یک بار اشاره کردم به خانم مارینا دراج با نام تشکیلاتی فاضله. خانم مارینا دراج الان واقعا روز جهانی زن هستش، واقعا حقه که من در روز با این خانم عزیز و شجاع من اینجا صحبت بکنم. خانم مارینا دراج هم مانند من کاندیدای شورای رهبری بودش و در فرقه مجاهدین بود و در سال 89 در کمپ اشدب، من الان براتون میگم که مسعود رجبی اون رو صدا کرد و به اون چی بود. مارینا دراج از قبل، از سالهای قبل میگفت من انقلابی به نام انقلاب ایدئولوژی که من قبول ندارم، من میخوام با همسرم که در همون جا هستش و پسرش که بعدها اونها فرستادنش آمریکا، میخوام با این زندگی مو داشته باشم، من چیزی به نام انقلاب و اینجور چیزا قبول ندارم. این خانم بسیار شجاعی بود، خیلی در تشکیلات مقاومت کرد واقعا و سرانجام یک بار فریاد زد، گفت به من فرزندمو بدین، به من پسرمو بدین، به من همسرمو بدین، من میخوام زندگی سالم داشته باشم. این خانمو اینطوری بودش که به اون کارهای سخت میدن، واقعا میدادن، کارهای مثل باغداری، کارهای مثل کشاورزی، کارهای سخت و یدی بهش میدادن، در حالی که این خانم مسلط به زبان انگلیسی بود. این خانم سیتیزن آمریکا بودش، قبلا در آمریکا بود. این خانم شوهر خواهرش آمریکاییه، این خانم خواهرش تو آمریکا هستش، پسرش هم الان تو آمریکا هستش. من از واقعا از این تریبون استفاده میکنم، من روز جهانی زنه واقعا درخواست میکنم از خانواده محترم مارینا دراج، میخوام که برای نجات جان مارینا دراج اقدام بکنم. مارینا دراج خیلی ظلم و ستم در این سازمان کشیده، مارینا دراج مقاومت کرد، مارینا دراج واقعا خیلی جلوتر از ما بودش، اما فقط تنها چیز بودش که تنها چیزی که بودش اینکه نتونه در لحظه آخر خودش رو کنترل بکنه، فریاد زد، گفتش که من فرزندم رو میخوام، من همسرم میخوام. و اینها چیکار کردن؟ اینها چون از قبل سابقه اینو میدونستن، با آمپرای مخرب انقدر به این خانم تطبیق کردن که این خانم تعادل خودش رو از دست داده بودش. این خانم رو ماها اینو در زندان گذاشتن و بعد به صورت نگهبان اینو جابجا میکردن. وقتی با نگهبان اینو آوردن تو جلسات کاندیداهای شورای رهبری بود، من هم بودم، اینو میگیرن میدونم خانم شلو بی تعادل را میره، موهای صورتش و موهای ابروهاش سفید شده بود. این خانم در حالی که خانم ورزشکاری بود، خانم زرنگی بود، خانم فعالی بودش، اما متاسفانه انقدر اینو به این آمپورها زد، آمپورهای مخرب زده بودن، واقعا سازمان اول وسیله های نوینی استفاده کرده برای از پادر آوردن انسان. یک سری که مثل ما بودیم که ما بعدها فهمیدیم که باید پنهانی چیز کنیم، خودمون رو عقایدمون رو زیاد آشکار نکنیم، اگر از
زیاد آشکار کردیم، یه مقدار بگیم که الان در تعادل هستیم که فعلا میمونیم. یعنی واقعا با ما مثل یک جدول لگاریتم ما بازی میکردیم با اینها، که یه جوری دنبال یک فرصتی بودیم. مثل که من قرار پزشکی مو که اجرا کردم تونستم فرار بکنم، واقعا با یه جدول لگاریتم میتونستم این کارو بکنم. به همین راحتی که ندارستم که خودم علنا مخالف نشون نمیدادم، خودم رو آرومتر نشون میدادم، خودم رو به این شکل نشون میدادم که نمیخوام الان فرار بکنم. وگه نه اونایی که میدونستم من میخوام فرار بکنم که هیچ وقت من برای قرار پزشکی نمیدادم. اما خانم مارن استراج متاسفانه که نتونست خودش رو کنترل بکنه، فریاد زد، اینو با آمپروی مخرب خیلی اذیتش کردم. و سرانجام آخرین روزی که من در سال 89 بود، در یک جلسه ای که کاندیداهای شورای رهبری هست بودن و من هم بودم، دیدم که مارینا سراج روی یکی از صندلی‌ها نشسته و حالتش شروع به تعادله. و مسعود رجبی در اون جلسه اومد به تهدید زنهای دیگه گفتش، که من همون صحبتی که اشاره کردم، گفت مسئله اینه ناموس یا بی ناموس، شما هرچی اعتراض میکنی اعتراض نشاندنده شیطان درونتونه. دوران حضرت علی اینطور بودش که مخالفینشو 8000 نفر از مخالفینشو مسعود رجبی ریخ تو چاه. الان روش های نوین و پیچیده‌ای هستش برای مبارزه با مخالفین. منظورش اینه که الان من روش های مخالف پیشرفته به کار بردم. مثل چی؟ مثل نمونه مارینا سراجو. اگر علنا نمی‌کشمش، با آمپورای مخرب اونا چیکار میکنم؟ شلو بی تعادلش میکنم، امکان فرار رو از اون میگیرم. و خانم مارینا سراج رو دعوتش کرد که بیاد پشت بلنگو. خانم مارینا سراج چیکار کرد؟ خانم مارینا سراج اومد به حالت شروع بی تعادل اما با یک نگهبان، اومد پشت میکروفون قرار گرفت و مسعود رجبی بهش گفتش که آماده ای با من کشتی بگیری؟ واقعا من در اون صحنه به این سنگدلی مسعود رجبی خیلی فکر کردم. این خانم میدونه که الان شلوغی تعادل شده، میدونه که با آمپورهای مخرب اینو از پا در آورده، میدونه که تعادل نداره روی پای بریسته، داره اشاره میکنه به دوران قبلش، میخواد بگه که ببین تو با من مخالفت کردی، تو یه ورزشکار قوی بودی، تو یه دونده بسیار قوی بودی، الان من تو رو به این روز آوردم، بقیه زنان هم شاهد باشن که من واسه به فکرشون برسه که با من مخالفت بکنم و معترض باشن. و مارینا سراج برای اینکه مسعود رجبی و بقیه و ماشتگان مسعود رجبی دست از سر اون بردارن، گفتش که برادر من قرآن رو از اول تا آخر 4 بار دوره کردم، من خیلی تعقیب کردم. خانم مارینا سراج مجبور شد برای اینکه مسعود رجبی دست از سرش برداری چنین حرف بزنه. این حرف واقعا من شما رو به شهادت واقعا دعوت میکنم اینجا، واقعا این حرف ظالمانه نیست. میبینین با این خانم چیکار کرد؟ واقعا من این تیروون استفاده میکنم، خانواده مارینا سراج و خواهر عزیزش رو میخوام که صدای منو که میشنون برن به سراغ مارینا سراج. واقعا اینا گوش نکنن که مارینا سراج نمیخواد، یا اینکه یک صحبتی از پیام اونو به زور میارن تو تلویزیون پخش میکنن که میگن مارینا سراج نمیخواد برفرد، چون افراد بسیاری بودن. خود منو مجبور میکردن، خواهرمو مجبور میکردن، برادرمو مجبور میکردن. این باعث اجبارات، بنابراین اصلا هیچ چیزی که از طریق سازمان مجاهدین بدون نماینده های سازمان حقوق بشری، سازمان کمیسر عال پناهندگی، اینا در معرض آزاد باشن نباید باور بکنن اینها. و بدونن همه اینا با فریب چنین کاری میکنن. از همین تریبون خواهش میکنم که اونها برای جان نجات جان مارینا سراج اقدام بکنن و برای این خانم شجاع واقعا دلسوزی بکنن و بخونن از کمیسارای عالی پرهندی بخوان که مصاحبه این خانم رو جلو بندازه و برای نجات جان اون حتما خودشون برن به عراق، برن به عراق، برن به بغداد، اینا بخوان از دستی خودشون همراه علاوه بر کمیسارای خود همینا برن واقعا از آمریکا خواهرش بره، واقعا تلاش بکنه بره به بغداد، بره بخواد خواهرش رو ببینه از نزدیک. واقعا فقط به این وسیله میشه. واقعا اینا از روش‌های پیچیده استفاده میکنن، با یه مصاحبه با یه نوار
اصلا نمیشه گفتش که این خانم همون خانم هستش. من اینو میخواستم بگم که از شما تشکر میکنم، اگه شما سوال دیگه داری من آماده هستم. من از شما ممنونم. یکی از دوستان از طریق ایمیل نوشتن که به صحبتهای خانم میباقری گوش میدم و چگونه یک انسان میتونه این حرف ها رو بشنوه و گریه نکنه. بعد میگن مطمئنم که بعد از این مصاحبه دوستدارانی که هنوز هواداران مجاهدین هستند باز هم به اینها حمله میکنن و اینها رو مزدور و همکاران جمهوری اسلامی مینامن. در هر صورت من هم واقعا متاثر هستم و امیدوارم که روزی بیاد که این دوستانی که شما اسمشون رو بردی بتونن آزادانه هر جایی که میخوان زندگی کنن و خانواده هاشون هم باشون ملاقات کنن. ما معمولا در پایان برنامه گفتگو با مجاهدین جدا شده یا جدا شدگان مجاهد یک فیلمی رو که سفر خانواده های مجاهدین بوده به کمپ اشرف و رفتاری که اونها باشون کردن اون رو نشون میدیم و دوستان بیننده و شنونده خیلی ها تا کنون تماس گرفتن و میگن که دیگه این واقعا دیکتاتورشیپی و خودسری هست و به اصطلاح اونها هم امیدوارن که روزی فرا برسه که سازمان بذاره که این دیدار بین خانواده ها و افراد خانوادهشون که عضو مجاهدین هستن یا هوادار هستن انجام بشه. من بار دیگه عکس برادر شما علیرضا میرباقری رو اینجا میذارم و امیدوارم که شما بتونید به زودی از ایشون خبری به دست بیارید، مخصوصا بعد از اون حمله موشکی به کمپ لیبرتی و خبرها خوب و خوش باشه. من ساکت میشم، شما اگه در پایان برنامه صحبتی دارید بفرمایید. من در اینجا فقط از شما تشکر میکنم و بازم یک بار دیگه از مجامع حقوق بشری درخواست میکنم که برای نجات جان همه گروگان ها در کفره اقدام بکنه، مصاحبه های اونها جلو بندازه. من مشخصا مصاحبه درخواست میکنم که مصاحبه برادر علیرضا میرباقری رو جلو بندازه. جان این واقعا در خطره. من خواست اولم و خواست تمام خواستم همین هستش و خواهش میکنیم یک امکانی فراهم بشه که ما بتونیم تماس تلفنی داشته باشیم، ما بتونیم دیدار داشته باشیم، ملاقات داشته باشیم، بتونیم عزیزانمون رو ببینیم. این خواهشی بودش که من دارم و میخوام که واقعا به گوش تمام مجامع حقوق بشری به یونانی به کمیساری عالی پناهندگی برسه، به آقای کوپلر برسه و اینها بدونن که ما چقدر مشتاقه و چقدر خواهشمنده و چقدر آرزو میکنیم که بتونیم عزیزانمون رو، من بتونم برادرم علیرضا رو به مادرم برسونم، بتونم با این ملاقات داشته باشم. من در اولین فرصت چنین درخواستم رو تکرار. من از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه های آینده وقتی که شما در برنامه حضور دارید خبرهای شاد و بهتری رو بتونید با دوستان بیننده و شنونده در میون بذارید. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، در خدمت خانم میرباقری بودیم و امیدواریم که اینها در زندگی جدیدی که آغاز کردن موفق باشن و بتونن اون زندگی سیاهی رو، تجربه سیاهی رو که تجربه کردن پشت سر بذارن و با خانواده روزهای بهتری داشته باشن. اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از دوستان به نام خانم مرضیه که در مورد سرکوب عواطف انسانی و مادری و خانوادگی در فرقه رجوی صحبت خواهند کرد و اگر سوالی دارید شما میتونید تماس بگیرید از طریق ایمیل info@mardomtv.com یا با شماره تلفنی که روی صفحه هست 703-957-6150. پیام های شما، ایمیل های شما برای این دوستان به اصطلاح ارسال میشه، فرستاده میشه و اونها پاسخگو هستن. همچنین اجازه بدید اعلام کنم که بسیار خوشحالم که تونستیم از طریق این دوستان در کانون آوا و اون فریاد آزادی و دیگر سازمانهای حقوق بشری یه مقداری افرادی رو که دنبال خانواده هاشون میگردن و فامیل و دوستانشون رو چالهای سال هست که بی خبر بودن
از این طریق پیدا کنیم. شما هم اگر دوستی یا فامیلی دارید که سالها ازش بیخبر هستید، احیانا مایل هستید از وضع اوضاع اینها با خبر بشید، تماس بگیرید با کانون آوا، با مردم تیوی و info@mardomtv.com و اسم و فامیل و اینها رو بگید. امیدوارم که شما هم بتونید با خبر بشید. پس با هم چند دقیقه چند ثانیه این دیسکلیمر رو میبینیم و باز با شما خواهیم بود. مرسی، با ما باشید. بینندگان عزیز، ممنون و متشکر و ضمن پوزش از اینکه چند لحظه‌ای مجبور شدید بیشتر تحمل کنید، ولی خوشحالم که تونستیم تماس رو برقرار کنیم و با خانم مرضیه قرصی هستیم. ایشون از ترکیه لطف کردن. سلام میکنم خدمت شما، بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آینده هم شما رو داشته باشیم. شما لطف کنید یه مقداری از خودتون، از به اصطلاح چگونگی آشناییتون با سازمان مجاهدین و بعد جدا شدنتون برای دوستان بیننده و شنونده بگید تا بعد بریم به صحبت‌هایی که در رابطه با زنان هست. ضمناً امروز چون 8 ماه مارس هست، من اجازه میخوام که روز زن رو به شما و دیگر بانوان ایران تبریک بگم و امیدوار باشم که هر روز روز زن باشه و ما شماها رو شاد و خندان ببینیم. بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی. با سلام خدمت شما آقای سربی و همه بینندگان و شنوندگان محترم. قبل از هر چیز من میخوام به نوبه خودم روز زن را به همه بانوان عزیز در سراسر دنیا تبریک عرض کنم. بله، شما لطف کنید یه مقداری از آشناییتون با اصلا برای ما بگید که خانم مرضیه قرصی کی هست، چگونه آشنا شد با سازمان و چند مدت با اونها بودید و چرا تصمیم گرفتید جدا بشید. بعد از جدا شدن آیا تهدیدی، خدای نکرده تنبیهی، یا اینکه به اصطلاح تشویقی شده که شما رو باز برگردونن به اونجا یا ساکتتون کنن؟ یه مقداری ما رو بیشتر با خودتون و شرایط شما و سازمان مجاهدین آشنا کنید. بله بله، خواهش میکنم. من مرضیه قرصی هستم، متولد 1354 و مدت 11 سال اسیر تشکیلات فرقه رجوی بودم. تاریخ 1375 همراه همسرم و فرزند 15 ماه هم توسط قاچاقچی ها که برای بردن ما به اشرف آمده بودن وارد پادگان اشرف شدیم. با توجه به در آن سالها اینکه همسرم آرام گفتری معترض بود و در ارتباط با قسمت داخل کشور سازمان قرار گرفته بود، فریب آنها را خورده بود و از من خواست که به همراه او به وسیله قاچاقچی ها به اشرف بریم. نفرات جذب نیروی آنها برای همسرم گفته بودند که همراه خانواده به سازمان بیایید و برای ما نقشه کشیده بودند که ما آنها را به دام بندازند و عده در واقع می‌خواستن ما را به دام بندازند و عده وعده انتقالی که انتقال به کشورهای اروپایی به ما داده بودند. اما وقتی وارد سازمان شدیم فهمیدیم به ما دروغ گفتن، ولی از طرفی راه برگشتی نداشتیم. آنها گفتند که باید از هم جدا شیم، اگه این کار را نکنیم میفرستیم زندان ابوغریب که اونجا اگه زنده موندیم به کشور اروپایی بریم، که واقعیتش به ما که گفتن که بچه شما را یا با قاچاقچی به ایران برمیگردونیم یا اینکه میدیم هوادارا نگه دارن، که ما گفتیم بفرستین ایران نزد مادرم. به من گفتن تو هم باید به ورودی خانما بری و همسرت هم به ورودی آقایان، که من در همانجا حالم بد شد، در واقع خیلی حالم بد شد و بچه‌م هم فهمیده بود که میخوان از ما جدا کنن، بیقراری و گریه میکرد و آرام نمیشد، حتی شیرم را هم نمیخورد
و پافشاری ما و بیقراری بچه هیچ تأثیری در دل سنگ در واقع آنها تأثیری نداشت و ما فکر میکردیم که داخل که نمیتونیم بریم و چاره ای نداریم، بنابراین ما را به پذیرش بردن. واقعیتش مدت 6 ماه که در پذیرش بودیم کمی عادت کرد، در واقع 6 ماه که پذیرش بودم عادت کرده بودم، اما همش در فکر مثلا بچه‌ام بودم، مدام گریه میکردم، ولی آنها به عناوین مختلفی عواطف مادری منو سرکوب کردن و هی سرکوب میکردن و من را زیر سوال میبردن. بعد به هم گفتن که حالا که جسمن از هم جدا شدیم باید از لحاظ روحیم از هم جدا بشیم. نشستای انقلاب با سرکوب نیاز جنسی برای ما گذاشته میشد، ما تکرار میکردن که من قبول نمیکردم، که مسئولم روزها و ساعتها با من بحث میکرد که باید این طلاقنامه را امضا کنم و باید انقلاب کنید، که من جوابم این بود که ما را از هم جدا کردید، چه نیازی هست که این طلاقنامه را امضا کنم. که بعد از چند روز جر و بحث و اینا آخرش خسته شدم. واقعیتش از لحاظ روحی که هم بچه هم را از من جدا کرده بودن و هم همسرم را و همین کار از من میخواستم، به همین دلیل امضا کردم، گفتم که دیگه راحت شم. بعد همسرم درخواست کرد همدیگر را ببینیم، نمیذاشتن و میگفتن که شما دیگر طلاق گرفتین و محرم نیستین و میگفتن که شما دیگه مال خودتون نیستین، جسم و روح و خونتان مال رهبری است و بلاغیر. بعد از 6 ماه مرا میخواستن ببرن ارتش، در واقع من گفتم نمیخوام برم ارتش، مجبورم کردن که برم ارتش. همسرم به مسئولانش فشار می آورد و می گفت که من باید همسرم را ببینم، که بعد از فشارهای متعدد به قرارگاه ما آوردن، که قبل از این که قبل از این که من همسرم را ببینم مرا صدا کردن، گفتن همسرت میخواد تو رو ببینه و اگه بهت گفت بیا از سازمان بریم تو قبول نکن و بگو اینجا راحتم، اینجا میمونم، اگه خواستی خودت برو، که همسرم با 3 مسئولش در یک اتاق بودن که من هم با 2 مسئول به همان اتاق رفتم و من هم همان چیزی که آنها میخواستن بهشون گفتم، چون میترسیدم بعد از اون دیگه همسرم را هیچ وقت ندیدم. و بعد از 3 سال به من گفته شد که همسر رفته بود عملیات داخلی، بیا به ایران زنگ بزن ببینم این کشته شده یا نه. من به ایران زنگ زدم، گفتن که ایران نیومده است. هدف سازمان از این کارش این بود که مطمئن حاصل کنن که این کشته شده است. بعدن که من از سازمان جدا شدم و به کمپ آمریکایی رفتم، دوستان همسرم به من گفتن که سازمان به همسرم قول داده بودن که بعد از اتمام عملیات با همسرت به اروپا منتقل میکنیم، که با این ترفند به کشتن دادن. حال این که رجوی چرا مرا مزدور خطاب میکنه جای سوال دارم. خانم مرزی قرصی، یعنی همسر شما کشته شد در عملیات؟ بله، یعنی 3 بار عملیات فرستادن، آخرین بار 4مین عملیات دیگه وعده دادن، یعنی عملیات هایی که میفرستن وعده دادن که این آخرین عملیات هم که بریم من دیگه زنت رو بهت میدم که به یک کشور اروپایی بری، یعنی بهش این وعده رو داده بودن. بله، من متاسفم که این خبر رو شنیدم. اسم ایشون رو یه بار گفتید، اگه لطف کنید یه بار دیگه بگید تا به اصطلاح بینندگان متوجه بشن. بله، اسم آرام گفتاریه. آرام گفتاری. بله، خب بفرمایید. حال اینکه رجوی چرا
مرا مزدور خطاب میکنه جای سوال داره. واکنش سازمان یک دلیل بیشتر نداره. از افشاگری های ما میترسد، چون تمام مسائلی که من یا امثال من عنوان میکنیم واقعیت هایی است که ما باهاش مواجه بودیم و تمام این مسائل را ما لمس کردیم. رجوی به جای آنکه ما را مزدور خطاب کند، فقط جواب بدهد که جرم این اتهاماتی که به ما میبندد بیشتر از یا اعمالی که خودش بر سر این نسل طی 30 سال آورده است. آنها که حتی مارتین کوبلر را هم گفتند که مزدور است. آنها فکر میکنند که مردم مثل خودشان در غارهای تشکیلاتی زندگی میکنند که این دروغ ها را باور میکنند. من اگه مزدور بودم 3 سال در ترکیه و در بدترین شرایط زندگی نمیکردم. الان که با این شیوه ها 30 سال است که رجوی به جایی نرسیده، ببینم که تا کجا میخواد همینطور ادامه بده. اما من امیدم به افکار عمومی و مردم و همینطور و وجدان های بشری سازمان ها و مجامع حقوق بشری است که به داد ما برسن. ما چیز زیادی نمیخواییم، ما فقط میخواییم زندگی کنیم و به یک کشور امن منتقل بشیم. من و خانوادم شبانه روز در نگرانی هستیم و آنها از طریق تلفن و یا فیسبوک ما را تهدید میکنند. از همینجا میگم که اگه برای خانواده من هر گونه تهدید یا خطری پیش بیاید، مسئول اول تا آخر همین سازمان مجاهدین است. چرا که پیشا پیش در سایت اصلیش با خانواده من اعلام جنگ کرده. همچنین از این امکان استفاده می کنم و از کمیسیون عالی پناهندگان درخواست می کنم که پرونده ما را از ترکیه برای کشوری فرستاده بشه و ما را از این وضعیت نجات بده. بله، الان شما اونجا به صورت پناهجو هستید یا به اصطلاح پناهندگیتون رو قبول کردن؟ ما اینجا پناهنده هستیم، 3 سال قبولی داریم. بله. ولی پروندهمون رو به هیچ کشوری UN نداده. بله. یعنی مایل هستید که به اصطلاح به کشور دیگه شما منتقل بشید و منتظر هستید تا اونها به پرونده شما رسیدگی کنن، درست میگم؟ بله، منتظر هستیم ما را به یک کشور امن، کشور ثالث بفرستن. من 2 تا بچه دارم، یعنی با این وضعیتی که اینجا زندگی میکنم خیلی برام سخته. حالا من نمیدونم چرا مثلا UN پرونده ما را به یک کشوری نمیده. بله، امیدوارم که این درست بشه، ولی تا اونجایی که من میدونم معمولا در این ماجرای پناهندگی و اینها به این صورت هست که وقتی یک کشور شما رو قبول میکنه به عنوان پناهندگی، یه مقدار کار شما مشکل تر میشه برای که به کشور به اصطلاح ثالثی برید، چون شما از ایران اومدید بعدن ترکیه هستید، الان اون کشور دوم میشه و کشور سوم مثلا اگه اروپا بخوان برین. شما مطمئن هستید که پناهندگیتون رو قبول کردن یا فقط در مراحل پناهجو هستید شما؟ جون این رو یه مقدار بله پروزید. بله، ما 3 سال هست قبولی داریم، قبولی UN داریم. بله. ولی هنوز هیچ جوابی به ما ندادن، یعنی نمیگن که بالاخره پرونده‌مون رو مثلا به کشور، میگن که یعنی پرونده‌مون رو به کشوری ندادن. یعنی میدونیم که پرونده‌مون تو UNه، هر چقدر نامه، فکس، ایمیل، یعنی با تلفن زنگ میزن، یعنی هیچ جوابی به ما نمیدن که بالاخره میخوام بدن به کشوری یا نه. خب ما از ایران اومدیم ولی قبولی گرفتیم، ما کیس دادیم قبولی گرفتیم، ولی هیچ جوابی بهمون نمیدن. یعنی این بلا تکلیفی با 2 تا بچه توی این وضعیت توی ترکیه، یعنی خیلی برامون سخته. بله، امیدوارم که به زودی این مشکلات حل بشه و خبرهای خوبی رو از شما و شرایط خانوادتون به اصطلاح بشنویم و با دوستان در میون بذاریم. شما داشتید در رابطه با سرکوب عواطف انسانی و مادری و خانوادگی در سازمان مجاهدین صحبت میکردید. اگر مایل هستید باز این برنامه رو بیشتر توضیح بدید، احیانا کیسای دیگه‌ای که افراد دیگه‌ای رو که شما میشناختید یا باهاشون بودید اونها رو توضیح بدید برای دوستان و
تا مردم بیننده ها آشنا بشن با اون شرایطی که چگونه این افراد رو اول بهشون میگن فیزیکلی از هم باید جدا باشید، بعد میگن قانونی هم باید طلاق بدید. و من واقعا نمیفهمم، یعنی وقتی فکرش رو میکنم اصلا سردرد میگیرم و حقیقتش زبانم بند میاد که صحبت کنم در این مورد. وقتی که من نمیتونم در موردش صحبت کنم، نمیتونم فکر کنم که چگونه اینها این کار رو عملی کردن و انجام دادن و افرادی مثل شما و دیگران اونجا به اصطلاح ساکت بودید و این اعمال رو تحمل کردید و خوشحالم که امروز طعم آزادی رو میچشید. متاسفم که در شرایطی هستید، در کشوری هستید که خود اون کشور به اصطلاح پرونده بسیار خوبی از لحاظ آزادی و حقوق بشر نداره. امیدوارم به زودی به کشورهای دیگه که مایل هستید برید تا بچه هاتون هم سر سامونی پیدا کنن از لحاظ مدرسه و اینها و از این نگرانی بیرون بیان. من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. واقعیتش اگه شما سوال داریم بپرسیم. والا من همین شرایط اینها رو میخوام بیشتر بدونم که چگونه وقتی این دوستان به شما مثلا این صحبت ها رو میکنن هیچ اعتراضی نمیشده، و یا اگر اعتراض میشده وقتی که یه خانواده مثلا این اعمال رو باش اونا اونجوری رفتار میکردن، چرا خانواده های دیگه صحبت نمیکردن، شکایت نمیکردن؟ و من خودم اینجا شاهد بودم که خیلی از اینها بچه هاشون رو اینجا فرستادن، جدا شدن از هم، ولی ما اون موقع از حقیقت خبر نداشتیم و فکر میکردیم که اینها رو برای اینکه به اصطلاح این سازمان یه سازمان نظامی هست جدا کردن بچه ها رو، ولی نمیدونستیم که حتی خانواده ها رو اینجوری از هم جدا میکنن و یا یه نفر رو با تشویق و ترغیب میفرستن جبهه یا میفرستن عملیات، اینقدر که اگه شما این یکی رو بری میریم کشورهای دیگه، اگه این یکی رو بری میری و بالاخره اون طرف کشته میشه. یه مقداری بیشتر از این به اصطلاح ماجرایی که خودتون بودید صحبت کنید، و اگر دوستان مایل هستند که به اصطلاح از شما سوالی داشته باشن میتونن با شماره تلفن 703-957-6150 تماس بگیرن، پیام بذارن یا ایمیل بفرستن. ایمیل ها رو برای شما میفرستیم. امیدوار هستیم در برنامه آینده در این موارد توضیح بدید. بفرمایید. در واقع ما اعتراض میکردیم ولی ما را سرکوب میکردن، همه را در واقع شستشوی مغزی داده بودن، یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه جرأت نمیکرد مثلا حرفی بزنه. من خودم که واقعا بچم شیر میخورد، هم 15 ماهه بود، ولی انقدر شستشوی مغزی به داده بودن که دیگه اصلا فکر میکردم که دیگه طبیعیه، ولی با این حال من همش گریه میکردم، ولی بازم میومدن هی چیز میکردن. خیلی ها بودن اونجا که یکی از بچه ها بود، اونم بچهشو ازش گرفته بودن، اونم بچهش شیر میخورد، اونم مثل من بود واقعیتش. بله، پس یعنی اعتراض اگر میشد که میشده شما مورد آزار اذیت و تنبیه قرار می گرفتیم. بله. صورت بوده. بله، باید می رفتیم توی نشست ها پاسخ می دادیم، توی نشست عملیات جاری. وقتی مثلا ما حق مثلا فکر حتی برای بچه‌مون هم نداشتیم، یعنی من حق نداشتم به بچه‌م فکر کنم. اگه فکر می کردم باید شب می رفتم توی نشست عملیات جاری می گفتم که من امروز به بچه‌م فکر کردم، یا مثلا توی مثلا بازدهای روزانه‌ای که می ذاشتن باید میگفتم که من امروز مثلا به همسرم فکر کردم. اونجا یعنی پیش مثلا 10 نفر 15 نفر که نشستن باید به همه اینو توضیح میدادم. بله واقعا من اصلا میگم ما فکر کردنش برامون مشکل هست، و شما چگونه این مراحل رو رفتید، داخلش بودید و بهتون چی گذشته، هیچ چیزی نمیتونم بگم جز اینکه متاسفم و آرزو کنم که در زندگی جدیدی که شروع کردید موفق باشید، و باز هم به دوستان دیگه‌ای که ممکن شرایط شما رو داشته باشن میگم که اگر مایل هستن در این برنامه ها شرکت کنن با کانون آوا تماس بگیرن. اگر وبسایت اونها رو نمیدونن avaassociation.com،
اگر مشکلی دارن با info@mardomtv.com یا با تلفن 703-957-6150 تماس بگیرم تا ترتیب این ارتباط برقرار بشه. من ممنونم از شما و امیدوارم زندگی خوب و شیرینی در انتظارتون باشه تا جبران اون تلخی‌ها و مشکلاتی که در گذشته داشتید به اصطلاح بشه. باز هم از اینکه همسر خودتون رو از دست دادید متاسفم و ما رو در غم خودتون شریک بدونید. من واقعیتش یه چیزی هم داشتم. واقعیتش من خیلی وقت میخواستم، یعنی اصلا نمیخواستم بمونم توی سازمان. بله بله. نمیخواستم بمونم توی سازمان، از همون اولش هم اعتراض میکنم، ولی چون سرکوب میکردم مجبور بودم خودم نگه دارم. من مسعود رجوی توی نشستی گفته بود که هر کسی بخواد از سازمان بیاد بیرون باید 2 سال توی خود همین سازمان بمونه، بعد میفرستیمش زندان ابوغریب، اگه از اونجا زنده در اومد هر جا خواسته. بعد واقعیتش ما میترسیدیم، یعنی من خودم میترسیدم که من یه زن تنها اگه از این سازمان بیان بیرون مثلا چیکارم میکنم. به خاطر همین نمیتونستم تا وقتی دیگه مثلا کمپ آمریکایی اومد اونجا تشکیل شد، بعد دیگه من تونستم، اونم که به این راحتی نه. 4 سال حتی اتصاب قضا هم کردم، یعنی نمیذاشتم، با کادو دادن، با رده دادن، یعنی با انواع اقسام که فقط میخواستم من اونجا نگه دارم. حتی میگفتن که باشه بچه تو میخوای، بچه تو میاریم اینجا برای تو یه اسکان میدیم اینجا زندگی کنیم، که من قبول نمی کردم. گفتم که من نمیخوام اینجا بمونم، من میخوام برم پیش بچم، آزاد باشم، با بچم زندگی کنم. بله. پس میشه گفت که بعد از اینکه آمریکایی‌ها اومدن اونجا یه مقداری شرایط بازتر شده و سازمان مجبوره که به اصطلاح این افراد رو با دلخوش کردن و با وعده و وعید نگه داره، چون میدونه که هر لحظه امکان داره اینها برن و به آمریکایی‌ها بپیوندن یا به پلیس عراق. درست میگم؟ بله بله درست میگین. یعنی اگه اونجا کمپ آمریکایی نبود من نمیتونستم خودم رو بکشم بیرون، چون اونجا میگم دیگه مسئول گفته بود باید 2 سال اینجا بمونیم، بعدش میفرستیم زندان ابوغریب، بعد اگه اونجا زنده مانده میمونیم. بعد منم میترسیدم، بخاطر همین هیچ حرکتی انجام نمیدم. حالا یکی از دوستان من که اونجا بودن، یکیشون فرار کرده بود، 18 سالش بود، همین سریا 18 سالش بود، از قرارگاه فرار کرد، نمیخواست بمونه تو سازمان. بعد فرار کرد، اونو بعد رفتن فرمانده ها پیدا کردن، آوردن توی اشرف. بعد تمام قرارگاه آدماش رو صدا کردن بیاین، این میخواسته فرار کنه، یعنی همه رو یاد میدادن که چجوری چه بلایی به سر این بدبخت بیچاره بیارن، یعنی یه بلایی سرش آوردن که خدا میدونه. به خاطر همین از اونجا در اومدن خیلی سخت بود. بله. من ممنونم. من خودم یه سوالی دارم، به نظر شما که اونجا بودید، اگر امروز سازمان مجاهدین درها رو باز کنه و بگه هر کسی مایل هست میتونه بره، به نظر شما چند درصد از اونایی که اونجا هستن میرن و این سازمان رو به اصطلاح ترک میکنن؟ واقعیتش 90% اونایی که توی سازمان هستن میرن. بله. خیلی ممنون مجددا از اینکه با ما بودید، تشکر میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی رو امیدوارم داشته باشید. خدا نگهدار. بله. دوستان عزیز، این ماجراها فقط برای این هست که شما بیشتر آشنا بشید با شرایط این دوستان و درد و رنج و غمی رو که کشیدن در رابطه با خانواده هاشون، و اونجوری ننشینیم و فقط بگیم که اینها چون با مجاهدین بودن پس اینها هم گناهکار هستن یا باید در دادگاه های باشن. اینها یکی یکی اومدن و توضیح میدن و میگن که چگونه اینها به اصطلاح شستشوی مغزی میشدن. شما فکرشو بکنید که درباره همسرتون اگه فکر کنید، فردا باید توی جلسه‌ای برای افرادی که در اون جلسه حضور دارن اینها رو تعریف کنید.
و اصلا قابل تصور نیست برای من و شما و من نمیدونم چی بگم. فقط اگر شماها در این رابطه صحبتی دارید، نظری دارید، پرسشی دارید، با شماره تلفن 703-957-6150 و ایمیل info@mardomtv.com تماس بگیرید تا بتونیم نظرات شما رو به دیگران هم منتقل کنیم. بریم با هم این فیلمی رو که قبلا هم دیدید و نشون میده که خانواده افراد مجاهد از ایران رفتن به عراق، حالا با چه مشکلاتی خودشون رو به اونجا رسوندن دیگه خود من و شما میتونیم تصور کنیم، و رفتار این دوستان مجاهد در کمپ اشرف با این به اصطلاح خانواده ها که عضو خانوادهشون داخل کمپ هست چگونه بوده و هست. از یک هایی که شما ممنونم، به دنباله برنامه ها توجه کنید. مرسی.